دوستان گرامی در ادامه بررسی مبحث حرکت با شتاب ثابت در این قسمت معادله مستقل از زمان حرکت شتابدار با شتاب ثابت رو مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین در این قسمت معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت رو معرفی میکنیم. دوستان فرض کنید که متحرک ما بر روی محور X و در جهت مثبت این محور حرکت میکنه. خب متحرک ما بر روی محور X و در جهت مثبت این محور حرکت میکنه و حرکت متحرک شتابدار با شتاب ثابته. خب فرض میکنیم که متحرک در مبدأ زمان یعنی تی صفر مساوی با صفر در مکان ایکس صفر قرار داره و سرعت اون برابر با وی صفر. همچنین متحرک ما در لحظه تی در مکان x قرار داره و سرعت اون برابر با v و نوع حرکت، حرکت با شتاب ثابت. قبلا معادله مستقل از شتاب حرکت با شتاب ثابت رو معرفی کردیم. معادله مستقل از شتاب حرکت با شتاب ثابت بدین صورته: x مساوی است با v صفر به اضافه v تقسیم بر 2 ضرب در t به اضافه x صفر. خب در این رابطه x صفر مکان متحرک در مبدأ زمان در لحظه تی صفر مساوی با صفر، تی زمان حرکته، وی سرعت نهایی متحرکه، وی صفر سرعت اولیه متحرکه. سرعت متحرک در لحظه تی صفر مساوی با صفر، x مکان متحرک در لحظه تی. همچنین معادله سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت رو معرفی کردیم. معادله سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت بدین صورت: v برابر با at به اضافه v صفر. در این رابطه v صفر سرعت اولیه متحرکه، t زمان حرکته، a شتاب ثابت حرکته، V سرعت نهایی متحرکه. خب اگر این رابطه دوی ما باشه و این هم رابطه یک، از رابطه دو میتونیم نتیجه بگیریم. خب V منهای V صفر مساوی با AT، در نتیجه T برابر با V منهای V صفر تقسیم بر A، و این هم رابطه سوم ما باشه. و از دو رابطه یک و سه میتونیم نتیجه بگیریم. خب X برابر با V صفر به اضافه V تقسیم بر 2 ضرب در T
تی به جای تی معادلش رو میذاریم وی منهای وی سر تقسیم بر ای به اضافه ایکس سر. خب در نتیجه میتونیم بنویسیم ایکس برابره با، خب دو ضرب در ای میشه دو ای. خب در اینجا این میشه وی به اضافه وی صفر، جای این دوتا را عوض کردم. خب ضرب در وی منهای وی صفر به اضافه ایکس صفر در نتیجه. خب در نتیجه ایکس برابره با، خب در اینجا دو ای رو میمیسن. خب وی به اضافه وی صفر ضرب در وی منهای وی صفر، این اتحاد مزدوجه، بنابراین میشه وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو به اضافه ایکس صفر. خب این ایکس صفر رو میبرم طرف چپ. خب در نتیجه ایکس منهای ایکس صفر برابر با وی به توان دو منهای وی صفر دو تقسیم بر دو ای. خب در نتیجه داریم از طرفین و وسطین این رابطه میتونیم بنویسیم وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای ایکس منهای ایکس صفر. خب یا وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای ایکس منهای ایکس صفر برابر با دلتا ایکس. خب بنابراین اگر دقت کنید در این رابطه‌ای که به دست آوردیم زمان وجود نداره، بنابراین به این رابطه معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت میگن، بنابراین این معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت. خب به این معادله معادله سرعت جابجایی نیز میگن یا معادله سرعت جابجایی حرکت با شتاب ثابت. خب اگر این معادله رو دوباره بنویسم وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو مساوی با دو ای ایکس منهای ایکس صفر، در این معادله وی سرعت نهایی متحرکه. وی صفر سرعت اولیه متحرکه. خب ای شتاب ثابت حرکته. خب ایکس مکان متحرکه در لحظه تی، ایکس صفر هم مکان متحرک در لحظه تی صفر مساوی با صفر. خب اگر واحدهای کمیت‌های موجود در این معادله را بنویسیم داریم خب وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو مساوی با دو ای ایکس منهای ایکس صفر. خب واحد ایکس صفر متره، واحد ایکس هم متره، واحد ای متر بر مربع ثانیه،
واحد وی صفر متر بر ثانیه و واحد وی همچنین متر بر ثانیه است. خب اما اگر معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت رو بدین صورت بنویسیم، وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای دلتا ایکس. در اینجا دلتا ایکس جا به جایی متحرکه. که واحد اون متره. دوستان گرامی، معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت رو اثبات کردیم که معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت بدین صورته: وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای ضرب در ایکس منهای ایکس صفر، یا وی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای دلتا ایکس. که در معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت، وی سرعت نهایی متحرک یا سرعت متحرک در لحظه تی. بنابراین در این معادله وی سرعت متحرک در لحظه تی، وی صفر سرعت اولیه متحرک یا سرعت متحرک در مبدأ زمان. و وی صفر سرعت متحرک در لحظه تی صفر مساوی با صفر. ای شتاب ثابت حرکت. ایکس مکان متحرک در لحظه تی، مکان متحرک در لحظه تی. ایکس صفر مکان اولیه متحرک یا مکان متحرک در مبدأ زمان، مکان متحرک در مبدأ زمان یعنی لحظه تی صفر مساوی با صفر. اما اگر معادله مستقل از زمان رو بدین صورت بنویسیم، دلتا ایکس جا به جایی متحرک در زمان حرکت یعنی در زمان تی. بنابراین دلتا ایکس جا به جایی متحرک در زمان حرکت یا در زمان تی. خب ما معادله مستقل از زمان رو برای بازه زمانی صفر و تی اثبات کردیم. اما آیا این معادله رو ما میتونیم برای بازه زمانی دلخواه تی یک تا تی دو به کار ببریم یا خیر؟ خب فرض کنید که متحرکی رو داریم که روی محور ایکس و در جهت مثبت محور X با شتاب ثابت حرکت میکنه و این متحرک در لحظه تی صفر مساوی با صفر در مکان X صفر قرار داره و سرعت اون V صفره. همچنین فرض کنید که این متحرک در لحظه تی یک در مکان ایکس یک قرار داره و سرعت اون برابر با وی یک، و همچنین این متحرک در لحظه تی دو در مکان ایکس دو قرار داره و سرعت اون برابر با ویدو. خب اگر معادله مستقل از زمان رو برای بازه زمانی تی صفر و تی یک بنویسیم، داریم
خب گفتیم حرکت متحرک از لحظه تی صفر تا لحظه تی دو حرکت با شتاب ثابته. بنابراین اگر معادله مستقل از زمان رو برای حرکت متحرک از لحظه تی صفر مساوی با صفر تا لحظه تی یک بنویسیم، خب زمان حرکت میشه تی یک. خب در نتیجه وی یک به توان دو منهای وی صفر به توان دو. خب وی یک میشه سرعت نهایی متحرک یا سرعت متحرک در لحظه تی یک. خب وی صفر سرعت اولیه متحرکه، سرعت متحرک در مبدا زمان برابر با دو ای، ای شتاب ثابت حرکت ضرب در ایکس یک منهای ایکس صفر. خب ایکس یک مکان متحرکه در لحظه تی یک و ایکس صفر مکان متحرکه در مبدا زمان. خب این رابطه اول ما باشه. حال اگر بیایم معادله مستقل از زمان رو برای حرکت متحرک از لحظه تی صفر تا لحظه تی دو بنویسیم، خب یعنی متحرک به مدت تی دو ثانیه حرکت کرده. خب معادله مستقل از زمان و برای حرکت متحرک از لحظه تی صفر مساوی با صفر تا لحظه تی دو می نویسیم. خب سرعت نهایی متحرک به توان دو یعنی وی دو به توان دو منهای وی صفر به توان دو، سرعت اولیه متحرک به توان دو برابر با دو ای، ای شتاب ثابت حرکت ضرب در ایکس دو مکان نهایی متحرک یا مکان متحرک در لحظه تی دو منهای ایکس صفر مکان اولیه متحرک. خب این رابطه را رابطه دو می نام. خب در این رابطه متحرک به مدت تی یک ثانیه حرکت کرد، اما در این رابطه متحرک به مدت تی دو ثانیه حرکت کرد. خب اگر بیاییم طرفین رابطه یک رو از طرفین رابطه دو کم کنیم داریم. خب میایم طرف چپ رابطه یک و از طرف چپ رابطه دو و طرف راست رابطه یک و از طرف راست رابطه دو کم میکنیم. خب در نتیجه از دو رابطه یک و دو داریم. خب وی دو به توان دو منهای وی صفر به توان دو منهای وی یک به توان دو منهای وی صفر به توان دو خب برابر با خب دو ای ایکس منهای ایکس صفر که ایکس دوی منهای ایکس صفر در اینجا، خب منهای دو ای ایکس یک منهای ایکس صفر. خب در نتیجه خب وی دو به توان دو منهای وی صفر به توان دو، این منفی رو در این دو جمله تأثیر میدیم، میشه منفی وی یک به توان دو به اضافه وی صفر به توان دو مساویه با، در اینجا از دو ای فاکتور میگیریم، دو ای ایکس دوی منهای ایکس صفر منهای ایکس یک به اضافه ایکس صفر
خب در نتیجه اگر دقت کنید در طرف چپ این معادله منهای وی صفر دو را داریم و به اضافه وی صفر دو. خب بنابراین وی صفر به توان دو با منفی وی صفر به توان دو میره، در نتیجه وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو برابره با دو ای ضرب در. خب در اینجا x صفر رو داریم، منفی x صفر رو داریم، بنابراین این دوتا با یک دیگه حذف میشن، در نتیجه x دوی منهای x یک باقی میمونه. خب بنابراین ما میتونیم رابطه مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت رو برای هر بازه زمانی دلخواه تی یک تا تی دو به کار ببریم. خب و در حل مسائل ما میتونیم از این رابطه استفاده کنیم. خب در این رابطه x یک مکان متحرکه در لحظه تی یک، x دو مکان متحرکه در لحظه تی دو، ای که شتاب ثابت حرکته، وی یک سرعت متحرکه در لحظه تی یک، وی دو سرعت متحرکه در لحظه تی دو. اما در این رابطه x2 منهای x1 برابر با جابجایی متحرک در بازه زمانی t1 و t2. خب میتونیم این رابطه را به این صورت هم بنویسیم. خب v2 به توان 2 منهای v1 به توان 2 مساوی با 2a دلتا x. خب در این رابطه دلتا x جا به جایی متحرکه بین دو لحظه تی یک و تی دو، یا جا به جایی متحرکه در بازه زمانی تی یک و تی. بنابراین رابطه مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت رو میتونیم برای هر بازه زمانی دلخواه تی یک تا تی دو به کار ببریم. خب این نکته را اینجا می‌نویسم. معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت را می توانیم برای هر بازه زمانی دلخواه تی یک تا تی دو به کار ببریم. اما سوال بعدی ما، میگه متحرکی که روی محور x ها از مکان x صفر مساوی با 4 متر با سرعت اولیه 4 متر بر ثانیه و شتاب ثابت به حرکت در میاد یا حرکت میکنه. خب متحرک ما روی محور x ها حرکت میکنه. خب برای اینکه راحت تر مسئله را حل کنیم شکل ساده ای از مسیر حرکت رو رسم می کنیم. خب متحرک روی محور x حرکت می کنه و مکان اولیه متحرک برابر با 4 متر x0 برابر با 4 متر.
خب متحرک با سرعت اولیه 4 متر بر ثانیه. خب وی صفر برابر با 4 متر بر ثانیه، چون وی صفر مثبته، بنابراین متحرک در این لحظه در جهت مثبت محور ایکس ها حرکت میکنه با سرعت اولیه 4 متر بر ثانیه و شتاب ثابت به حرکت در میاد. حرکت متحرک شتاب دار با شتاب ثابته و در مکان x مساوی با 10 متر سرعت آن به 8 متر بر ثانیه میرسه. خب وقتی که متحرک ما به مکان x مساوی با مثبت 10 متر میرسه، سرعت اون 8 متر بر ثانیه میشه. معادله حرکت آن در SI کدام است؟ خب سوال گفته معادله حرکت متحرک در SI به دست بیاریم و ببینیم که کدام یک از گزینه های زیره. خب سوال گفته معادله حرکت یا معادله مکان زمان متحرک رو در SI به دست بیاریم. خب معادله حرکت متحرکی که با شتاب ثابت حرکت میکنه، فرم کلی اون به این صورته: x مساوی با 1/2 at به توان 2 به اضافه v صفر t به اضافه x صفر. برای اینکه معادله حرکت این متحرک رو بیابیم، باید x صفر، V صفر و A رو تعیین کنیم. خب اگر به این شکل نگاه کنید، میبینید که X صفر برابر با 4 متر، V صفر برابر با 4 متر بر ثانیه، اما شتاب حرکت رو نداره. خب V صفر رو داده، سرعت متحرک رو در این لحظه داده، یعنی V رو داده، x صفر و x رو هم داره. بنابراین ما میتونیم از معادله مستقل از زمان شتاب ثابت حرکت رو به دست بیاریم. بنابراین معادله مستقل از زمان رو برای این حرکت مینویسیم. خب v به توان 2 منهای v صفر به توان 2 برابر با 2a x منهای x صفر. خب در نتیجه داریم v به توان 2، 8 به توان 2 منهای v صفر، v صفر 4 متر بر ثانیه است، به توان 2 میرسه، برابر با 2 ضرب در a ضرب در x، x مثبت 10 متره، منهای x صفر 4 متره. خب در نتیجه داریم، خب 8 به توان 2 64 میشه، منهای 4 به توان 2 16 میشه. خب 2 ضرب در A ضرب در 10 منهای 4 6 میشه. خب 64 منهای 16، خب این میشه 8، خب میشه 48. خب در نتیجه 48 برابر با 2 ضرب در 6 میشه 12 A. خب A برابر با 48 تقسیم بر 12، خب A میشه 4 متر بر مجذور ثانیه. خب اکنون در معادله یک A V صفر و X صفر رو جایگذاری میکنیم. خب X برابر با 1/2 A 4 ضرب در T به توان 2 به اضافه V صفر 4 T به اضافه X صفر 4 متره. خب
4 تقسیم بر 2 میشه 2. خب در نتیجه داریم x برابر با 2 تی به توان 2 به اضافه 4 تی به اضافه 4. خب معادله مکان زمان یا معادله حرکت متحرک ما به دست اومد که جواب این سوال گزینه 3. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه ذره‌ای با شتاب ثابت بر خط راستی حرکت میکنه. خب متحرک ما با شتاب ثابت بر روی محور x حرکت میکنه. خب حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابته. در لحظه t مساوی با 0 یعنی در مبدا زمان، این ذره در مکان x 0 مساوی با منفی 5 متر است. خب در مبدا زمان مکان اولیه متحرک برابر با منفی 5 متر. اگر سرعت این ذره در مکانهای x 1 مساوی با 7 متر و x 2 مساوی با 16 متر به ترتیب 4 متر بر ثانیه و 5 متر بر ثانیه باشد، خب سرعت لحظه متحرک رو در مکانهای x1 و x2 به ما داده. خب اگر x1 برابر با 7 متر باشه، خب v1 برابر با 4 متر بر ثانیه. این سرعت متحرک در لحظه t1. و همچنین اگر x2 برابر با 16 متر باشد، v2 برابر با 5 متر بر ثانیه. این هم سرعت لحظه متحرک در لحظه t2. خب شتاب حرکت و سرعت اولیه آن در SI به ترتیب کدام است؟ خب سوال گفته شتاب ثابت حرکت رو بر حسب متر بر مربع ثانیه و همچنین سرعت اولیه متحرک رو بر حسب متر بر ثانیه به دست بیارید. این سوال سوال کنکور سراسری. خب گزینه ها را نیز داره. اما برای اینکه این مسائل رو به درستی حل کنیم، خب شکل ساده ای رو از مسیر حرکت رسم می‌کنیم. خب متحرک ما بر روی محور x حرکت می‌کنه. خب این مبدأ مکان باشه. خب متحرک ما در مبدأ زمان در منفی 5 متریه مبدأ قرار داره. خب بنابراین متحرک ما در لحظه t0 مساوی با 0 در مکان x0 مساوی با منفی 5 متر قرار داره. خب متحرک در لحظه t1 در مکان x1 برابر با 7 متر قرار داره و در لحظه t2 در مکان x2 برابر با 16 متر قرار داره. خب در لحظه t1 سرعت متحرک یعنی v1 برابر با 4 متر بر ثانیه و در لحظه t2 سرعت متحرک برابر با 5 متر بر ثانیه. خب سرعت اولیه متحرک رو نداره، یعنی v0 مجهوله.
همچنین شتاب حرکت مجهوله. اما حرکت متحرک حرکت با شتاب ثابته و متحرک در جهت مثبت محور X حرکت میکنه. خب در اینجا چون شتاب ثابت حرکت رو نداریم، ما میتونیم معادله مستقل از زمان رو برای بازدید زمانی T1 و T2 به کار ببریم. گفتیم که معادله مستقل از زمان برای هر بازدید زمانی دلخواه میتونیم ازش استفاده کنیم. خب بنابراین معادله مستقل از زمان رو برای حرکت متحرک از لحظه T1 تا لحظه T2 به کار میبریم. V2 به توان 2 منهای V1 به توان 2 برابر با 2A دلتا X. و در نتیجه V2 به توان 2 منهای V1 به توان 2 برابر با 2A دلتا X هم میشه X2 منهای X1. خب در نتیجه داری V2 به توان 2 5 به توان 2 منهای V1 به توان 2 4 به توان 2 برابر با 2 ضرب در A ضرب در X2 16 متر منهای X1 7 متر. خب در نتیجه 5 به توان 2 میشه 25 منهای 4 به توان 2 میشه 16 برابر با 2 ضرب در A ضرب در 16 منهای 7 میشه 9. خب در نتیجه داریم 25 منهای 16 میشه 9. خب میشه 2 ضرب در 9 ضرب در A. خب این 9 با این 9 ساده میشه، در نتیجه داریم 1 برابر با 2 A برابر با 1/2 متر بر مجذور ثانیه یا نیم متر بر مربع ثانیه. بنابراین جواب این تست گزینه 1. خب اما سرعت اولیه متحرک رو به دست میاریم. خب شتاب ثابت متحرک رو به دست آوردیم. خب V1 رو داریم، V0 رو نداریم. خب X0 X1 رو داریم. خب بنابراین ما میتونیم از همین معادله، یعنی معادله مستقل از زمان برای بازه زمانی 0 و T1 استفاده کنیم برای اینکه V0 رو به دست بیاریم. بنابراین معادله مستقل از زمان رو برای بازه زمانی T0 و T1 می نویسیم. V1 به توان 2 منهای V0 به توان 2 برابر با 2A X1 منهای X0. خب در نتیجه V1 به توان 2 4 به توان 2 منهای V0 به توان 2 V0 مجهول مسئله است مساوی با 2 ضرب در A 1/2 ضرب در X1 7 متر منهای X0 منفی 5. خب در نتیجه دار 4 به توان 2 میشه 16 منهای V0 به توان 2 برابره. خب این دو با این دو میره. خب 7 به اضافه 5 میشه 12، منفی در منفی میشه مثبت، مثبت 5 به اضافه 7 میشه مثبت 12. خب در نتیجه V0 2 رو به طرف راست میبریم و 12 رو به طرف چپ.
خب اون موقع داریم 16 منهای 12 برابر با وی صفر به توان 2. در نتیجه وی صفر به توان 2 برابر با 4. در نتیجه وی صفر برابر با رادیکال 4. وی صفر برابر با 2 متر بر ثانیه. بنابراین شتاب حرکت نیم متر بر مربع ثانیه به دست اومد و سرعت اولیه متحرک 2 متر بر ثانیه به دست اومد. بنابراین جواب این سوال گزینه 1. اما سوال بعدی ما، میگه گلوله‌ای با سرعت 500 متر بر ثانیه به دیواری برخورد میکنه و با شتاب ثابت 450,000 متر بر مربع ثانیه از سرعتش کاسته میشه. خب گلوله به دیواری برخورد میکنه. خب شکل ساده ای از گلوله و دیوار رو رسم میکنیم. خب این دیوار باشه و این گلوله که با سرعت اولیه 500 متر بر ثانیه به دیوار برخورد میکنه. خب وی صفر سرعت اولیه گلوله برابر با 500 متر بر ثانیه. خب گلوله با شتاب ثابت 450,000 متر بر مربع ثانیه از سرعتش کاسته میشه. خب حرکت گلوله با شتاب ثابت، اما از سرعت گلوله کاسته میشه. بنابراین نوع حرکت گلوله کنشونده است، چون از اندازه سرعت گلوله کاسته می شود. در نتیجه نوع حرکت گلوله کنشونده است. اندازه شتاب ثابت گلوله برابر با 450,000 متر بر مجذور ثانیه. اگر ضخامت دیوار 10 سانتی متر باشد، ضخامت دیوار رو با حرف L نشون میدیم. ضخامت دیوار برابر با 10 سانتی متر، یا 10 ضرب در 10 به توان منفی 2 متر، یا 10 به توان منفی 1 متر. خب ضخامت دیوار L 10 سانتی متر. خب کدام یک از حالتهای زیر رخ می دهد؟ گزینه 1 با سرعت 100 متر بر ثانیه از دیوار خارج میشه. گزینه 2 به اندازه 5 سانتی متر داخل دیوار میرود و سپس متوقف میشه. گزینه 3 از دیوار با سرعت 400 متر بر ثانیه خارج میشه. و گزینه 4 به اندازه 8 سانتی متر داخل دیوار میره و سپس متوقف میشه. خب این گلوله یا در داخل دیوار متوقف میشه و یا از دیوار خارج میشه. خب فرض میکنیم که این گلوله در داخل دیوار متوقف میشه. بنابراین سرعت نهایی گلوله 0 میشه و باید مسافتی که گلوله در درون دیوار طی میکنه به دست بیاریم. خب بنابراین فرض میکنیم که گلوله
درون دیوار متوقف می شود. یعنی سرعت نهایی گلوله برابر با صفر. بنابراین مسافتی که گلوله در داخل دیوار طی می کند به دست می آوریم. خب فرض می کنیم که گلوله روی محور X و در جهت مثبت این محور حرکت می کنه. خب گلوله در مبدأ زمان سرعتش برابر با 500 متر بر ثانیه و در مکان x صفر قرار داره. خب گلوله پس از طی مسافتی در داخل دیوار در این نقطه متوقف میشه، یعنی در مکان x. سرعت نهایی گلوله برابر با صفر. حرکت گلوله در درون دیوار حرکت با شتاب ثابته. خب اما اگر دقت کنید سرعت اولی گلوله علامتش مثبته، چون گلوله در جهت مثبت محور ایکس ها حرکت میکنه. خب وی صفر مثبته. خب نوع حرکت گلوله کنشونده، یعنی در این لحظه ای وی صفر کوچکتر از صفره، چون حرکت گلوله کند شونده است. خب در نتیجه شتاب ثابت حرکت کوچکتر از صفره. خب در نتیجه A برابر با منفی 450,000 متر بر مربع ثانیه. یعنی باید در فرمولهای حرکت با شتاب ثابت شتاب رو به صورت منفی جایگذاری کنیم. خب در اینجا سرعت اولیه، سرعت نهایی و شتاب ثابت حرکت رو داریم. بنابراین میتونیم جابجایی گلوله در درون دیوار رو به دست بیاریم با استفاده از معادله مستقل از زمان یا معادله سرعت جابجایی. خب معادله سرعت جابجایی حرکت با شتاب ثابت به این صورته: وی به توان 2 منهای وی صفر به توان 2 برابر با 2a دلتا x. خب در نتیجه وی به توان 2 صفر به توان 2 منهای وی صفر 500 به توان 2 هم میرسه. 2 ضرب در ای، ای منفی 450,000 ضرب در دلتا ایکس، جابجایی گلوله در درون دیوار یا مسافتی که گلوله در داخل دیوار طی میکنه. چون گلوله تغییر جهت نمیده، بنابراین جابجایی گلوله با مسافت طی شده توسط گلوله برابره. خب در نتیجه داریم این میشه منفی 250,000. خب صفر به توان 2 میشه صفر، منفی 500 به توان 2 میشه 250,000 برابر با منفی، خب 2 ضرب در 450,000 میشه 900,000.
خب در نتیجه دلتا x برابر با منفی 250,000 تقسیم بر منفی 900,000. خب میشه مثبت 4 0 صورت با 4 0 مخرج میره، مثبت 25 تقسیم بر 90. خب 25 تقسیم بر 90، خب این نمیشه. خب 2 ضرب در 90 میشه 180. خب میشه مثبت 277,000 متر. خب در نتیجه جابجایی گلوله برابر با مثبت 277,000 ضرب در 100 سانتی متر. خب دلتا ایکس برابر با 27.7 سانتی متر. خب بنابراین اگر گلوله درون دیوار متوقف بشه، مسافت 27.7 سانتی متر رو طی میکنه، اما ضخامت دیوار 10 سانتی متره. بنابراین چون دلتا ایکس بزرگتر از ضخامت دیواره، بنابراین گلوله از دیوار خارج میشه و درون دیوار متوقف نمیشه. بنابراین چون دلتا ایکس بزرگتر از ضخامت دیوار، در نتیجه گلوله از دیوار خارج میشود. خب بنابراین گزینه های 2 و 4 حذف میشن و گزینه های 1 و 3 باقی میمونن. چون گلوله از دیوار خارج میشه، مسافتی که گلوله در درون دیوار طی میکنه 10 سانتی متر یا 1/10 متر. اما ببینیم گلوله با چه سرعتی از دیوار خارج میشه. خب این مسیر حرکت گلوله در درون دیوار باشه. گلوله روی محور X حرکت میکنه، سرعت اولیه گلوله یعنی V صفر برابر با 500 متر بر ثانیه. خب گلوله پس از طی مسافت 1/10 متر از دیوار با سرعت V خارج میشه. خب حرکت گلوله در درون دیوار حرکت با شتاب ثابته، شتاب ثابت حرکت برابر با منفی 450,000 متر بر مربع ثانیه. خب میخوایم سرعت گلوله هنگام خارج شدن از دیوار رو به دست بیاریم. خب اگر دقت کنید، شتاب ثابت حرکت، سرعت اولیه متحرک، همچنین جابجایی متحرک رو داریم. بنابراین از معادله مستقل از زمان یا معادله سرعت جابجایی میتونیم سرعت نهایی متحرک رو به دست بیاریم. خب V به توان 2 برابر با V صفر به توان 2 به اضافه 2 A دلتا X. خب V به توان 2 برابر با V صفر 500 به توان 2 به اضافه 2 ضرب در A منفی
450,000 متر بر مربع ثانیه ضرب در جابجایی متحرک در درون دیوار برابر با 10^-1 متر. 10^-1 متر. دلتا ایکس برابر با ال برابر با 10^-1 متر. خب در نتیجه داریم وی به توان 2 برابر با 500^2 250,000 به اضافه ای. خب این 10^-1 با 1 صفر هضم میشه. خب 2 ضرب در 45,000 میشه -90,000. خب در نتیجه وی به توان 2 برابر با 250,000 منهای 90,000 برابر با 160,000. در نتیجه وی برابر با جذر 160,000. خب در نتیجه وی میشه خب جذر 16 میشه 4، جذر 10,000 میشه 100. خب بنابراین وی برابر با 400 متر بر ثانیه. بنابراین گلوله با سرعت 400 متر بر ثانیه از دیوار خارج میشه. بنابراین جواب این سوال گزینه 3 است. اما سوال بعدی ما، میگه مطابق شکل متحرکی از مبدأ مکان از حال سکون با شتاب ثابت بر روی محور X شروع به حرکت میکنه. خب متحرک ما در مبدأ زمان در مبدأ مکان قرار داره، یعنی در لحظه تی صفر مساوی با صفر، x صفر برابر با صفر، متحرک از حال سکون با شتاب ثابت شروع به حرکت میکنه. یعنی سرعت اولیه متحرک، سرعت متحرک در مبدأ زمان برابر با صفر و حرکت متحرک، حرکت با شتاب ثابتی. متحرک در جهت مثبت محور X حرکت میکنه. بنابراین علامت سرعت متحرک در تمام لحظات بعد از مبدأ زمان مثبته. خب بزرگی سرعت متحرک در نقطه B، خب یعنی VAB، چند برابر بزرگی سرعت آن در نقطه A است، یعنی VA. VAB چند برابر VA، یعنی ما باید این نسبت رو به دست بیاریم، نسبت VAB به VA. خب اگر بخوایم سرعت متحرک در نقطه B رو به دست بیاریم، خب حرکت ما حرکت با شتاب ثابت، جابجایی متحرک رو داریم از نقطه O تا نقطه B، سرعت اولیه متحرک رو داریم. بنابراین ما میتونیم از معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت استفاده کنیم، یا از معادله سرعت جابجایی حرکت با شتاب ثابت. خب معادله مستقل از زمان حرکت با شتاب ثابت که بهش معادله سرعت جابجایی نیز میگن. خب بدین صورت وی به توان 2 منهای وی صفر به توان 2 مساوی با 2a دلتا x. خب در این معادله وی سرعت نهایی متحرکه، وی صفر سرعت اولیه متحرکه، a شتاب ثابت حرکته و دلتا x جابجایی متحرکه. خب ما این رابطه رو برای حرکت متحرک از نقطه O تا نقطه B می‌نویسیم. خب برای
حرکت متحرک از نقطه او تا نقطه بی. خب سرعت در نقطه بی یعنی وی بی به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای دلتا ایکس. خب در اینجا دلتا ایکس ما برابر با دلتا ایکس یک به اضافه دلتا ایکس دو. خب میتونیم اینو دلتا ایکس پریم بنویسیم، دلتا ایکس پریم برابر با دلتا ایکس یک به اضافه دلتا ایکس دو. خب دلتا ایکس یک 100 متر به اضافه دلتا ایکس دو 150 متر. بنابراین جا به جایی متحرک از نقطه او تا نقطه بی برابر با 250 متر. خب در نتیجه داریم وی به توان دو که مجهوله، وی بی مجهوله، منهای وی صفر که صفره مساوی با دو ضرب در ای رو نداریم، شتاب ثابت حرکت رو نداریم، اما جا به جایی متحرک دوتا ایکس پریم برابر با 250 متر. خب صفر به توان دو که صفر میشه. خب در نتیجه وی بی به توان دو برابر با دو ضرب در 250 برابر با 500، 500 ضرب در ای میشه. خب در نتیجه وی بی برابر با رادیکال 500 ای. خب 500 میشه 5 ضرب در 100، بنابراین این میشه 10 رادیکال 5 ای. اما همین معادله مستقل از زمان رو برای حرکت متحرک از نقطه او تا نقطه ای به کار میبریم، چون میخواید سرعت متحرک در نقطه ای رو به دست بیاریم. بنابراین برای حرکت متحرک از نقطه او تا نقطه ای معادله مستقل از زمان رو مینویسیم. خب وی ای به توان دو منهای وی صفر به توان دو برابر با دو ای دلتا ایکس یک میشه، جا به جایی متحرک از نقطه او تا نقطه ای. خب در نتیجه وی ای که مجهوله، وی ای به توان دو منهای وی صفر، صفر به توان دو برابر با دو ضرب در ای، شتاب ثابت حرکت رو نداریم، دلتا ایکس یک 100 متره. خب در نتیجه وی ای به توان دو برابر با 200 ای. خب صفر به توان دو میشه صفر، دو ضرب در 100 میشه 200، ضرب در ای میشه 200 ای. خب در نتیجه وی ای برابر با رادیکال 200 ای. خب 200 یعنی دو ضرب در 100، بنابراین وی ای برابر با 10 رادیکال 2 ای. خب البته اگر واحد های سرعت متحرک در نقاط A و B رو بنویسیم، خب باید واحد متر بر ثانیه رو بنویسیم. خب اما مسئله از ما این نسبت رو خواسته V B
به وی ای. خب وی بی به دست اومد ده رادیکال. پنج ای. خب وی ای به دست اومد ده رادیکال دو ای. خب این ده با این ده حذف میشه. خب در نتیجه داریم این میشه 5A تقسیم بر 2A. خب A با A حذف میشه و در نتیجه VAB تقسیم بر VA برابر با رادیکال 5 دوم. خب اگر در اینجا ادامه بدیم این میشه رادیکال 5 تقسیم بر رادیکال 2. خب این کس رو گویا میکنیم این میشه رادیکال 5 ضرب در رادیکال 2 و رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2، یعنی هم صورت هم مخرج رو در رادیکال 2 ضرب میکنیم. خب در صورت داریم 5 ضرب در 2 میشه 10 رادیکال 10 تقسیم بر 2. خب اگر به گزینه ها نگاه کنید جواب این سوال گزینه 4 میشه.